عزیزا، امروز ما در پشت در افتخار افغانستان هستیم. بله. خانه زیاد ساختم، وسایل بادی بیلدینگ، وسایل پارکی، دیگه بخار زیاد ساختم. لیکن با چه خوب چراغای ما فکر نکنم با خدا که کل چیزش اینجا جور کرده باشه. بعد مارکتینگی که رو افغانستان هست، احتمالاً این تصویر یک قوی سیاه میشه تو نمایشگاه و هزار خبرنگار بین‌المللی توجه زیادی رو ما دارن. سلام و وقت همه شما عزیزا و بینده های نازنین بخیر. امیدوار هستم خوب صحت و سلامت باشید. عزیزا، امروز ما در پشت در افتخار افغانستان هستیم. بله. شخصی که در خانه خانه افغانا بر لب لب افغانا لبخند خوشی آورد. و امروز ما پشت در خانهش هستیم و آمدیم تا اینکه تشویق بکنیم از طریق کابل لاورز. به حمایت ما نیاز داره، به حمایت شما هموطنان نیاز داره و آخرین شبها هم از فکر بکنم وای جان که موتر مهمان افغانستان است، قطعا مهمان این خانواده است. خصوصا میشه که خودت هم با بینید. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشین. نگه ما آمدیم موتر که بعضی همکارا و دوستایی که ندیده آمدیم از نزدیک ببینیم. خدا کنه که خوش کلگی بیا، خدا کنه همه قسمی دوستا و وطندارای ما زیاد تو زیادتر شده برای که یکیش موترسیکل جور کنه، یکیش بایسکل جور کنه، یکیش موتر، تیاره، کشتی، خلاصه کل چیز. خدا کنه که آغازش از امی بوده باشه که بهترین چیز هم است، از این کده بیشتر و بهترتر شده و شاید چونین افتخارات در کشور باشیم. بله. میریم به طرف رضا جان. کسی خونه است دیگه، دروازه را هم وا کردن، گفتن که دیگه کسی نیست. رضا جان همان چایداری کده رایس خیبی ها وای جان میره بودیم کیل دادا میکنم وایک دور نشه نه. خواه رضا جان خواست دیگه خواه بهترین موتر، واقعیت بهترین چیز است دیگه. هیچ آدم باورش نمیشه که امی ساخت افغانستان است، ساخت وطندارای عزیز ماست دیگه. واقعا من خودم دیدم باورم نشده. قبلا هم ما با فیاض جان در یک نمایشگاه در گلبار سنتر رفته بودیم، این موتر را دیده بودیم از نزدیک. واقعا که هنگامی که موتر را میبینی یک حس و افتخار اما تو افغانیت برد رخ میده. رخ میده واقعا در چیزی که دمو نام نیک و دمو افتخار وطن ما باشه. واقعا که کار کرده که امروز خودت من حیث افغان، من حیث افغان فخر میکنم. دیگه افغان ها من حیث افغان هر کسی که میبینه خوش میشه، همی رقم خوش میشه. ما ویدیویش دیده بودم اما خودش تا بال از نزدیک ندیده بودم. نه که واقعیت بیترین چیز است. و چی خوب که از این دو رو برشون هم یک تصویر داشته باشی فیاض جان، ببینیم که چقدر زیبا هست. نه که با یک مشکلی که داره مثلا ساخت افغانستان در سرکای افغانستان نمیشه. چطور؟ چه بسیار پخش است. سه که از جنپا میتونه میترشون جنپای بلند. آه جنپای بلند است. همون رو میگم نه؟ واقعا که رضا جان هم رضا جان هم فقط مصروف چای و همی اگان فرشی و چیزا که گفتن اینجا جور میکنن دیگه، مصروفی همو چیز هست. بسیار بچه شکسته و مهمان نواز است. واقعیت واقعیت. خب یک ببینیم همی گرد و پیشش هم که از نیکمی کاش که یک مار که میزد که همی تو لوگوی افغانستان میبود مثلا، نمیتر یک چیز خاصه که مارکز بنامه فکر بکنم قوی سیاه میگن. خب قوی سیاه نام از این را قوی سیاه مانده. باز همی چیزایش بلال جان مثلا همین مثلا این همی جالیش هست، این همی چیزایش هست همینجا خود جور نکنن نه؟ همینجا هست کلش، همین چیزای همینجا خواه رضا جان جور کرده و همه ساخته دست خودش هست. این چیزش هست جای دیگر نیاورده.
کلش ساخته خودش ساخته وطن ساخته انجینر خود افغان و نبیبی سایک بلال جان اینم یک موتر بسیار کاین داشت خو اینم یک موتر مثلا چقدر یک تن خونه مینه یک موتر شاید یک 300 300 400 کیلو شاید شود سایک 400 کیلو پلاستیک و آیین سایک در چقدر یک نرخ بالا فروش میشه امیر کاش که بتونه که کل اگه همیتونه یک چیزایی را جور بکنه که اگر همی پلاستیک و همی آینی را ما و شما به حساب آینی کنه و پلاستیک کنه بفروشیم به حساب 10,000 افغانی شاید زیادتر نخ نکنه اما یک ذره سر زامت کشیده میشه چقدر قیمت بالا میشه چقدر قیمتش بالا میره کاش که همیتونه شوه یک تو تک اگه آینی ما $2,000 نرخ شوه و یک دستکاری مثلا یک چیزی ساخته شما بیا وای جان که امی فرش و اینا را رضا جان تعارف کرده خب این امی کار شد خود ما کنیم برزار که من تماس گرفتم گفتم بیا که امتو وطنی امروز به افتخار موتر و نزدیک موتر میشه این از امی جان میتور چی میکنیم یک سان شما میگیرم یک سان شما هاینو ما امیش وطنیست نه امی را چی میگن؟ نبات نمات نمات میگن نمات میگن نمت میگن ایره بهترین چیز هست وطنی ایزا ای هم ای خواه چای وطنی ببریم و هر بکشم خب چی خوب است که ما خودت گردیم همین موتر یک دور بزنیم یک ببینیم خواه خیره خودت از اون طرف بیا ما از این طرفش پشت سرشم شش است خود را داره وای جان با خودت دور نشیم فکر بکنم صدای ما باز نمیرسه صدا خیر لیکن با چه خوب چراغای ما فکر نکنم با خدا که کل چیزش اینجا جور کرده باشه بیخی خو از بیخی از یک موتور خارجی اصلا کدام فرق نمیشه ای دل آدم خیر وای جان یک کار میکنیم دوستا چند تصویر بینن ما شما با رضا جان میاییم و میشینیم و صحبت های خود یک گلاس چای میخوریم و در راجع با موتر قصه میکنیم در اول خواستیم رضا جان ما را تنها مان که این موتر هم ببینیم با بیننده درد دلش هم بکنیم باز بعد از او رضا جان بیه خوب که پس یک چند تصویر تصویر ببینید و دوباره بر دوباره خوش آمدید بیندای عزیز فعلا در کنار افتخار افغانستان اختیار دو افتخار افغانستان که یکیش ساخته افتخار دیگر هست رضا جان میشه که با بیننده گفتنی داشته باشین کمره ما در خدمت سلام به شما اصحاب رسانه سلام. و سلام به بیننده عزیز روز مادر رو تبریک میگم به مادران این سرزمین با دستاوردی که داشتن قربان. این چیزی نیست جز تلاش یک عمر مادر این سرزمین خسته نباشین الان میتونی راحت بخوابیم ما بیداریم و بنده در خدمت شما قربانت و مرام یادم رفت وای جان که امروز 24 جوزا روز مادر هست ما هم از این طریق با تمام مادرهای افغانستان و خارج از افغانستان و بخصوص مادر خودم رضا جان و وای جان تبریک میگم و فیاض جان و شما هم همچنان بازم انجینر صاحب سلام برسه برتان نگه وقتت روز مادر تبریک میگن نگه مادرها زیاد زحمت کشیدن همی که جان جور و سیادمن همی حال سر پای خود استاد هستیم کلش زحمت های مادر میباشن تمام مادرهای دنیا را روزش مبارک باشه دقیقا اینمی زحمت های انجینر صاحب بوده مادر جان بوده که انجینر صاحب به این طور دقیق چیز صحیح و مناسب تر دسترسی پیدا کنید رضا جان دل ما نمیشه که دیگه جای سیل بکنیم میگم خیلی طرف از این موتر هم تو سیل باشیم و تمام تشکر. واقعا که افتخار نه تنها بخواد به ما که اگه افغان هستم به تمام افغان ها واقعا نمیجا که ما وای جان داخل شدیم یک حس دمی وجود ما پیدا شده یک افتخار خودت به تمام جهان نشان دادی که افغان ها ناتوان نیست افغان ها همچنان میدن امکاناتش باشه استعدادش داریم به نظر من زیاد تلاشم نبوده که به دنیا چیزی رو نشون بدیم من بیشتر تلاشم بوده که به مردم خودمون نشون بدیم جایی که حضور دارین این میتونه خونه یک افغان باشه یعنی این خونه یک افغان هست سرسبز آرام پر از مهمان لبخند پر از افتخار چای و این میتونه خونه یک
همه چیز. همه چیز این میتونه وطنی. حیاتی به این زیبایی، خونه به این زیبایی میتونه خونه یک افغان باشه یا یک افغان واقعا لیاقتش داره که همچین خونه ای داشته باشه. این برمیگرده به خودمون. زیاد من تلاش نداشتم چیزی رو به دیگری ثابت کنم. همه چیز در اختیار ماست. ما میتونیم که واقعا یک همچین خونه ای برای خودمون بسازیم. این میتونه نمادی از یک افغانستان باشه. سرسبز، آباد. امیدوارم که زودتر برسیم به اون نقطه. قطعا میرسیم ولی زودتر. میشه که برای بیننده یک توضیح با برنامه قطر هم بدین؟ چرا نه، حتما. ولی ما چای در خدمت شما هستیم. اونجا میشینیم و در موردش صحبت کنیم. یک دور میزنیم، راجع به موترم گپ میزنیم دیگه. چراغای شهر یعنی دل ما نمیشه بشینیم. خوبه، خوبه، خوبه. با میریم میشینیم. صحیح صحیح، از اینجا دور میشینیم. خوبه، تصویرم خوبه. خب رضا جان، میشه که خودت در این مورد هم گفته بری و هم ما موترم میبینیم. ماشینی که می‌بینین قوی سیاه هد اسمش. دور کشیدین از موتر، ببخشید. سلام سلام سلام. خواهش می‌کنم. هرچی آدم خوش صدا هست، چنل شما جمع شده. سلامات. خب سوالی که دو سوال کردن، رضا جان جواب میدین و بعد بازم سوالات می داشته باشیم. دقیق. خب باشه، ممنون. یه طراحی مینیمالیستی که انتخاب شده براش. بدنش جمعاً 13 توته هست. تا شده ما تعداد قطعات بدنه رو کمتر کردیم که خب طبیعتاً هر چقدر تعداد کمتر بشه درزها کمتر میشه، اسمبل کردنش سریع‌تر میشه و این هزینه ها رو میاره پایین‌تر. یک طراحی مینیمالیستیک با 13 قطعه در بدنه، ماشینی میدریر انجین، یعنی که انجینش در وسط تعبیه شده، تایر پشت سرش زنده هست و فکر کنم همین حرکت پشت سر میکنه. بله، حرکت پشت سر، انجین وسط، چهار سیلندر احتراق داخلی و یه طراحی ساده مینیمالیستیک. میگن که چند شب باقی مانده یا چند شب دیگر هم مهمان هستیم موتر در افغانستان؟ یه حقیقت دارد، چند شب هست؟ ما امروز اگه اشتباه نکنم 14 یا 16 جون هست. 16 14 14 جونه. 16 روز دیگه از کمپین تو تنها نیستی ما باقی مونده برای اینکه ما بتونیم هزینه اجاره جا و دکوراسیون نمایشگاه رو پرداخت کنیم. ما نصف اون مبلغ رو رسیدیم خوشبختانه و همونقدر هم حتی برای ثبت نام کافی هست، ولی خب مبالغ دیگه هم نیاز داریم برای شیپینگ و کارگو و مباحث دیگه. بیشتر از اون رو من فکر کنم که بریم، من با آمار و ارقام روی کاغذ بتونیم. اما تمام عزیز ما که صفحات مجازی استفاده میکنین، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، هر اون چیزی که در دسترس دارین از رضا جان حمایت بکنین، تنهایش نگذارین. افتخار نه تنها برای رضا جان، افتخار نه تنها برای خانوادهش، این افتخار برای تمام مردم افغانستان است. ان شاء الله که یک نتیجه مثبت بگیرین. تا لبخند به لبان عزیزای ما بیان و تصاویر رضا جان که دیدین در صفحات مجازی که عزیزای ما خیلی با استقبال گرم دقیق از پذیرایی کردن، انشاءالله در صفحات مجازی چی باید بکنن؟ آقای رضا برتون میگه چی کار باید بکنن؟ اگه مردم یه لطفی بکنن اینه که صدای ما باشن و ابراز احساسات خیلی خوبه. این دفعه چرا نه؟ یعنی که چند دفعه خودت هم یاد کردی که باید میگه چای آوردی و شیرینی آوردی. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. نه شدم که بگرام خوش سر کمی صدام بیاد رضا. ما تو چای میفرستم برتون. منتظر بقیه دوستان نشینیم؟ دیگه دوستان نیستن. خب ما خودمون هستیم. خیلی عالی. یعنی هر چنلی جداگونه ضبط کنه؟ ما خود تقریبا 3 چنل هست که مربوط ما میشه. کل ما یک تیم هست. با مو منظور ما کل ما در برنامه یک جایی میشه و از افتخارات کشور، از خوبی های کشور. نه اون دو سه تا دوست دیگه هم اونا نمیان؟ هستن، کتما هستن میان. خوب غزنفری عزیز گفت که در مورد هم یشتگ اگر بیشتر توضیح میدی از طریق کابل لورز بیننده و علاقمنده هایی که میبینن همون کار را انجام بدن و از همیجا من هم بر وعده میتونم با همون چیز ناچیز فالوور که در فیسبوک دارم من هم و غزنفری عزیز هم و وینجان هم حمایت های خود را آغاز میکنیم و از طریق چینل خود هم یه هشتگ را روشن میکنیم. بله، بدون شک ما در این لحظه استفاده میکنیم و تصویر آقای رضای محمدی، تصویر موتر، موتر از رضای محمدی نیست، موتر از تمام مردم افغانستان هستی که در داخل کشور هستین، خارج از کشور هستین، حمایت بکنین، دست حمایت نبتین برای رضا جان که بتونن در آینده موتور خوبتر بهتر بسازن. آقای رضا، در آینده چی پلان ها هست بخیر بعد از این موتور، بعد از اینکه بخیر از سفر قطر دوباره برگردین چی پلان دارین؟
ما توی این مدت متوجه شدیم که کسب و کار ما یک کسب و کار چند بعدی است. ما توی بعد رسانه‌ایمون هم خوشبختانه که یه تیم رسانه‌ای کامل داریم، فعالیت‌های رسانه‌ایشون رو پیش می‌برن. تیم صنعتیمون رو داریم که کار محترمون رو انجام میدن و یک تیمی داریم که روی بلاکچین داره کار می‌کنه، شفاف سازی بر پایه بلاکچین. انشالله 4 ماه دیگه از اون هم رونمایی میکنیم. اون یک راه حلی میتونه باشه برای کنترل فساد توی افغانستان، بسیار مهم هست. طبیعتاً روی اینها کار میکنیم، ولی تمرکز اصلیمون روی این موتر هست. توی نمایشگاه ژنو یک بیزنس پلانی رو ما داریم دیولپ میکنیم که هستن دوستانی از کشورهای همسایه توی تیم فرمول 1. کارشون تخصصی ساختن بدنه موترهای فرمول 1 هست. 30 سال تو این کار تجربه دارن، سوپروایزر ما هستن توی دیولپ کردن این بیزنس پلان. با اون بیزنس پلان میخوایم شرکت کنیم توی نمایشگاه قطر و بتونیم اونجا پیش فروش کنیم محصولاتمون رو. در 1-2 سال ابتدایی تا میایم وارد بازار بشیم آوتسورس میکنیم تولیدمون رو به شرکتی که 99 سال تجربه تولید داره و فروشنده هم همینطور. ما خودمون نمیفروشیم، هستن کمپانی هایی که کارشون فروختن موترهای خاص هست، 20 سال تجربه دارن تو این. تو امارات متحده عربی هم با 1-2 مورد صحبت کردیم، قطر هم همینطور. احتمالاً توی قطر پیش فروش می‌کنیم و شروع می‌کنیم به تولید، ولی با برون سپاری. به این روش تولید میگن CBU، Completely Built Unit، همونطوری که آیفون توی کالیفرنیای آمریکا دیزاین میشه و توی چین تولید میشه، تولیدش آوتسورس شده است. ما 1-2 سال اول رو برای اینکه سریعا سهم بازار بگیریم و بتونیم استانداردارون کسب کنیم از مگنستی رو اتریش احتمالاً کمک میگیریم. بعد از اون سعی میکنیم توی برنامه میان مدت سالانه یه مقدار قابل قبولی از تکنولوژی رو وارد افغانستان بکنیم و دانش فرنش رو. خوشبختانه کشورهای همسایه ما، پاکستان با MG موتورز انگلستان پارتنرشیپ داره، ماشینای مورگان گاراژ رو تولید میکنه. کشور ایران شرکت کرمان موتورش با گروه جیلی، یکی از گروه‌های بزرگ خودروسازی دنیاست، پارتنرشیپ داره. ازبکستان با جنرال موتورز آمریکا پارتنرشیپ داره و هندوستان با بزرگترین دیزاین استودیوی دنیا که ایتال دیزاین باشه با اونها همکاری دارن. شرکت تاتا هست. خوشبختانه چارگرد و بغل ما کشورهای با دانش فنی موتر هستن، برق خوبی هم دارن، میتونیم تو همکاری با این کشورها محصول مشترک داشته باشیم. رضا جان، میارات و اهداف همی برنامه قطره میشه که بگوین چی هست؟ با چی میاره میتونه شخص موتر خود رو اونجا به نمایش بگذاره؟ میارات اصلی چی است؟ دیگه کوشش هم خودتان کردین که اونجا کدام که شناس پیدا کردین یا از اون طرف کدام پیشنهاد شده؟ نه نه نه، دارالانشای نمایشگاه اول می ثبت نام رو آغاز کرد برای نمایشگاه و هر کسی میتونست اقدام کنه، ولی به شرطی که شما باید موتری داشته باشین که کپی نباشه و اونها باید تایید بکنن موتر شما. خوشبختانه گالری عکسایی که ما فرستادیم و مدارکمون کامل بود و ما تاییدشون رو دریافت کردیم. فقط کافی که ما به بخش فروششون مبلغ 33062 دلار و 50 سنت رو واریز کنیم که خوشبختانه ما به این رقم نزدیک شدیم. نزدیک هستیم. بله بله، نزدیک شد. مکانانو ما حمایت کرد و یایی که کدام مرجع دیگر؟ نه، این کار کاملا مردمی. من احساس کنم من زیاد تو افغانستان زندگی نکردم، آمار ارقام دقیق ندارم، ولی تو این مدتی که من بودم این اولین بار هست که برای یک پروژه که از دل تکنولوژی میاد با این سطح از ریسک بالا یک کمپین تامین مالی جمعی داره موفق میشه. همیشه بوده، ولی به علت سیلی اومده، زلزله اومده، ماه رمضان بوده، همیشه برای حل یک مشکل بدبختی بوده، هیچ موقع برای ساختن یک دنیای زیبا نبوده. چقدر این پول از اینا برمی‌داره این نمایشگاهی که شما اشراف ما 57.5 متر فضای نمایشگاهی سفارش دادیم برای یک موتر. این فضا استاندارد برای یک موتر، متری 150 دلار باید پرداخت کنیم در ازای 10 روز. 8250 دلار آمریکایی هزینه اجاره جا هست و 57500 دلار به ازای هر 1 متر مربع ما باید هزینه دکوراسیون پرداخت کنیم که سرجم این میشه 66250 دلار اگه اشتباه نکرده باشم. میمونه بحث شیپینگ،
بحث بلیت تیاره، بحث هتل، مالیاتاش و شاید از همه مهمتر به علت اینکه ما یک شرکتی هستیم که از افغانستان میریم با بعد مارکتینگی که رو افغانستان هست، احتمالاً این تصویر یک قوی سیاه میشه تو اون نمایشگاه و هزار خبرنگار بین‌المللی توجه زیادی رو ما دارن، همینطور 200 هزار بازدید کننده مستقیم و این موتری که ما طراحی کردیم، طراحی ما، کشوری که ازش میایم و متوسط سنی که ما داریم، تیم ما متوسط سنیش نزدیک 25 سال هست. این باعث میشه که توجه زیادی هم از طرف رسانه هم از طرف بازدید کننده ها سمت ما باشه. ما نیاز داریم که مقدار زیادی ما کاتالوگ طراحی کنیم که بتونیم افغانستان رو پرزنت کنیم. یکی اولین معتبر است که دیگه از افغانستان. بله بله بله. این ما رو خاطر جالب اومد برای مردم. این ما رو خاص میکنه. اگه ما به 200 هزار بازدید کننده مستقیم حتی بخوایم یک کارت پستال از معتبر بدیم که خود مملکت خودمون رو باش پرزنت بکنیم، 200 هزار کاتالوگ، شاید ما مجبور باشیم دو تا کانتینر 20 فوت فقط کاتالوگ از افغانستان با خودمون ببریم. آره، چون این فرصت بزرگی است. سینه به سینه ما مارکت میشیم در کشورهای در تمام کشورهای دنیا. این خیلی میتونه روی صنعت توریسم ما تاثیر بذاره، خیلی میتونه روی سرمایه گذاری خارجی تاثیر بذاره و تصویر دقیق میتونه از افغانستان بده. برنامه بر رسانه و یوتیوبر هم دارن اونا تا اگه امکانات هست که یوتیوبرها هم برن اونجا و خبرنگارها از افغانستان باشن. خیلی سوال خوبیه. من تا حالا به این دقت نکردم. تو سایت دو قسمت هست به عنوان تماشاچی و غرفه دار. من جایی که خبرنگار بتونه ثبت نام بکنه ندیدم، ولی خب هزار خبرنگار هست، احتمالاً که باید ثبت نام بکنیم. من پیشنهاد میکنم که شما حتما پیگیر این موضوع باشین. من وبسایت رو باهاتون شریک میکنم. درست، حتما. ما باید ثبت نام بکنیم از آدرس میخوایم. یک سوال دیگه آقای محمدی، مطرح از کشورهای مختلف اشراق با از اینهای مختلف موتر ساختن و خیلی کشورهای پیشرفته هم بودن، کدام کشور را رقیب میدانید؟ فقط شرکت بوگاتی فکر میکنم. بوگاتی ماتریمک یک پسر 33 ساله کروات، یک شرکتی داره که از 2009 فکر کنم 2011 به این ور فعالیت کنه، با 12 سال سابقه داره تکنولوژی موتورهای برقی رو میفروشه به بزرگترین کمپانی‌های این صنعت، حتی به چینی‌ها. و انقدر این آدم رشد کرد که بوگاتی رو خرید بعد از 18 سال سابقه توی تولید موتر. یک پسر 33 ساله کروات این رو خریده. تنها کسی که احساس کنم رقیب ما هست اونا هستن، بوگاتی هست. زمان تصاویر شما برابر روی صفات مجازی رضا را شناخت مردم افغانستان، کدام کشورها براتون پیشنهاد کرد که رضا باید بیاد اون کشور کار بکنه و می آیدیای خود شریک بسازه با اون کشور؟ ما از مالزی داشتیم، شرکت پروتون مالزی، از ام جی پاکستان داشتیم پیشنهاد، از ایران داشتیم و از ترکیه داشتیم قبل از اینکه موتر رو نمایی بشه، حتی یک سال قبل از اینکه. تو همون روزهای تحولات بود، حتی روی یه دونه رندر کامپیوتری این پیشنهاد رو به ما دادن، جای دیگه ای نبوده. ما تماس نگرفتیم چون ما هیچ موقع برنامه این رو نداشتیم که بریم برای دیگران کار بکنیم. پروژه ما خدا شکر انقدر پتانسیل بالا داشت که ما خودمون میتونیم تولید کننده باشیم. رضا جان، اگر زمینه مساعد باشه و به خودت یک زمینه و یک کارخانه خوب را فراهم بکنن، خودت شاید سال چند موتر را تولید بکنی؟ این خیلی سال چند بودی، سناریوهای مختلفی هست، ولی ما یک برنامه داشتیم برای تولید 48 موتر در مدت 2 سال. دو سال که میگم، ما 6 ماه فاز تحقیقاتی داریم، دوره 6 ماه دیگه ما دو سه موتور بسازیم. با احتساب اونها، اگه اونهایی رو که ما برای کرش تست میبریم در نظر نگیریم، تو طول 3 سال ما برنامه تولید 48 تن موتور رو داشتیم. روی بیزنس پلنی که ما داریم طراحی میکنیم، اگه بخوایم معقولانه فکر کنیم، اگر موتور شما رو کسی خریداری بکنه چند قیمت میگذاره این موتور رو؟ این موتور اصلا برای فروش نیست. نمیدگیش که مثلا کمپانی فال شده بخیر برای نرخش چند خواهد؟ روی 48 تن موتور ما رقمی که داریم روش کار میکنیم نزدیک
$250,000 میشه در قطر خوش بکنن این موتر شما را و به رضا بگوین که قیمت بگذارین اینا چک سفید براتون بده که شما نوشته بگوین مقدار این کار خواهید کرد میشه که موتر رو بله نه چک سفید بده شاید بتونین چندین موتر دیگه هم مانندزی با فروش این نیازی نیست این صرفا یک سمپل هست برای اینکه مردم ببینن اگه خوششون بیاد ما براشون با همون ویژگی ها تولید میکنیم ولی خود این رو نه ببین دایی عزیز که چقدر وفادار هستن که زحمت کشن تا پول ارزش نمیدن ترجیح نمیدن با وجود که نیاز به پول دارن امروز رضا کس هست که باید حمایت شوند نه تنها از طرف خانوادش بلکه از طرف تمام مردم افغانستان نیاز دارن که حمایت چون ما میخوایم موتر به فروش نرسونن اما هر کشور یا هر شخص یا هر تجاری که خوان باشه برشون موتر میسازن فقط یک شش ماه یک سال شاید وقت بگیره بله این رضا نیست که نیاز به کمک داره توی کمپینی هم که ما راه انداختیم تحت عنوان تو تنها نیستی این تو تنها نیستی از اونجایی میاد که هر کسی هر دوست عزیزی که با ما در تماس میشه اولین حرفش اینه که تو تنها نیستی تو فقط تمرکزتو بذار روی چیزی که بتونم تو تمرکزتو بذار روی کار مشکل پیسه رو ما حل میکنی خب این تو در واقع یک توی نوعی هست هر کسی میتونه هر کسی که یک رویایی داره میتونه تو مقام اون تو قرار بگیره و مردم قطعاً میشه چقدر پول جمع شده چقدر دیگر نیاز است والا تو این چند روزه ما بسیار درگیر کمپینمون بودیم و میزان پیام ها زیاد شد اگه بخواید که من بهتون نشون بدم حتی خب لازم نیست اگر پیدا کردن ته واتساپ به خاطر چی رضا جان چینل ما که از بزرگترین چینل است کابل لبرز و بیشترین مردم ما در خارج از کشور همیشه برای هموطنان ما پول ارسال کردن و حمایت کردن ما خواستیم امروز امیره یک زمینه سازی بکنیم و هر قدر پول که به خودت نیاز است از امی طریق بالای هموطنان ما که توانایی شده صدا میزنیم که رضا جان را حمایت بکنه تشکر دیگه در بخش دیزاینش رضا جان تنها خودت فکر کردی سرش یا دیگه دوستام همکاری کرده همراهید که مثلا پمپرش چه قسم باشه جای چراغش چه قسم باشه اندازه تایرش کل چیزاش مدیر طراحی تو این شرکت بنده هستم ایده اولیه با من بوده ولی ما تو طول یک سالی که بدنه این رو کلاس ای می کردیم فیدبک گرفتیم همکارایی که با اون بودن این نتیجه یه دیدگاه جمعی است یه لطفی که ازتون دارم بله یه خواهشی که ازتون دارم از بحث کمپین حالا که بحثش باز شده بود رسانه یک اسمش روش رسانه شما همه چیز لایک نیست همه چیز کامنت نیست همه چیز پول نیست اگه بود شما الان اینجا نبودیم بسیار موضوعات دیگه هست من خواهشی که دارم بعضی از مردم هستن که دسترسی به اینترنت ندارن دسترسی به تلویزیون ندارن دسترسی به موبایل ندارن حتی برق ندارن این مردم کسایی بودن که 30 سال پیش این حرکت رو شروع کردن ما حاصل تربیت اونهاییم ما رو مکتب روان کردن صبر کردن تا ما برسیم به این نقطه و این کار رو انجام بدیم اون کسایی که شروع کردن و امروز به نزدیکای خط پایان رسیدیم باید اونها هم خبردار باشن ما کمپینی که شروع کردیم با یک بنر تو سطح شهر کابل تو جایی که این کارگرهای روزمزد حضور پیدا می‌کنن تو کت سنگی انقدر مردم محبت داشتن که من روی شانه‌هاشون بلند کردم با اینکه بار اول خوشبختانه یک شرکتی پیدا شد شرکت ببخشید حضور ذهن ندارم خواهش میکنم آره پویا گرافیک ببخشید اگه اشتباه نکنم تمام بنرهای این کمپین رو اسپانسر کردن چه تو کابل چه تو ولایات و من از شما رسانه خواهش میکنم که به این کمپین بپیوندید اینو بازتاب بدید کمک کنید تا این هشتگ جون بگیره و ما با پشت پر تو این نمایشگاه شرکت بکنیم با یک داستان خوب اونجا ما قطعاً یک مسئله اجتماعی خواهیم شد اونجا خیلی قشنگه ما نشون بدیم که ما 40 میلیون آدم پشت این موتر داریم خواهش که من دارم شما به این کمپین بپیوندین اگه کسی خواست به ما کمک بکنه الان هوش مصنوعی وارد بازار شده دوستانی هستن که به ما پیام میدن ممکنه که از وایس ما سوء استفاده بکنن بله. اینه که تنها شماره‌ای که تنها پلتفرم اجتماعی که من استفاده میکنم واتساپ هست اگه اجازه باشه من شماره تلفن رو اعلام بکنم و دوستان از اون طریق مستقیم با خود ما در ارتباط بشن مشکل نیست آقای محمدی شماره تان رو بیان بکنین به خانش بگیرین که عزیزای ما حمایت که میکنن
تماس داشته باشن. هیچ مشکلی و ما به صفت یک هموطنت، به صفت یک برادر کوچکت، به صفت از اینکه خیلی ها دوستتان دارم، افتخار ما هستین. 500 دونه بنر شما را که چقدر او اندازش شما بگین، ما از ماش خود جور میکنم در کوچه و پس کوچه شهر کابل نصب میکنم، اگر خود شما موضوع رو پیدا بکنین اندازه خوبه. چند دونه؟ 500 مثلا بنری که 40x40 باشه، 50x50 باشه، چسبی میبریم در کوچه و پس کوچه در خواهی خواهی خواهی. این خیلی خوبه. این من براتون وعده میکنم که 500 دانش از ازینی خود دور میکنیم از طریق چینل که دوستان کابل بنشر میکنیم. تشبیقات هست. بخیر میره شراکت میکنم. یک شریک هم پیدا. تشکر. کوچه در کوچه هر دوی ما نصبش میکنیم. خیلی عالی. این افتخار ما به خود میبولیم که ما بیم بره وطن خود کمپاین بود. قربان شما، ممنون، متشکر. قول نمیدم چون انقدر سر ما شلوغ شده، انقدر سیل دیگه نمیشه گفت، سونامی اعتماد مردم ما رو واقعا برده، تا ما بیایم از این شوک بیایم بیرون. ما بسیار درگیر این هستیم که خدای نکرده پول مردم فساد توش نشه، خیلی درگیر اون مسئله هستیم. اگه اجازه بدید من شماره واتساپ رو بگم. 2093 785 334 300، 2093 785 334 300. 4 ماه تا اون نمایشگاه ما هست، زمان بر هست. تو این 4 ماه همچنان به حمایت شما نیاز داریم. اپراتور جواب تلفن رو نمیده، ادمین نیست، شخص خود بنده هر چقدر که نیاز باشه در خدمت مردم هستن. تا مزاحمت ها زیاد نشه که آقای رضا کدام آقای ناو زنگ که سپیدا نشه عاشقتان نشه. من وقت شب شدیم و در کنار رضا جان. نه نه، مردم لطف دارن تو این مورد، خیلی بسیار جدی هستن، بسیار جدی هستن. خب طبعاً که رضا جان سر یگان موترایی که دیزاین افغانی خود ما ارزان‌تر باشه، خود ما بتونیم بخریم، در مشاور خود دوره کنیم، این موتر است که مثلا تعداد کمی میتونن از اینا استفاده کنن. یکی خواهم بخش بودن چیزاش حتی در سرکای ما و شما و خواهم مناسب نیست، از جنپاش از سعی تیز شده نتانه نگه. اگه اون سر دیزاینی کدام موتره که نرخش پایین تر باشه بتانه ساده تر هر کس باید سر از داشته باشه. سوال خیلی خوبیه. جنوب شرق آسیا دو تا تجربه مختلف رو تجربه کردن. مالزی تنها کشوری بود که تصمیم گرفت که سیاست خودکفایی رو بذاره کنار، سیاست درهای باز رو پیش گرفت و سعی کرد که بالانس تجاریش رو یک بکنه. همونقدر که من واردات میکنم صادرات هم بتونم بکنم، سرمایه گذاری بیرونی رو آورد و مالزی امروز شده فخر دنیای اسلام. پیشنهادی که من دارم اینه که ما هم تجربه مالزی رو مرور کنیم. ما نباید در همه چیز خودکفا باشیم. موتورهای ژاپنی که تو مملکت ما هست خیلی عالیه، قیمتش هم مناسب هست، ژاپن برای ما تولید میکنه، ما هم برای ژاپن تولید میکنیم. به این شکل تنها چیزی که مهمه اینه که ما 800 میلیون صادراتمون رو برسونیم به 8 میلیارد دلار واردات که میکنیم. وقتی بالانس صادرات و واردات اون یک بشه، اون موقع شرایط مملکت استیبل میشه. رضا جان، امین نامش تو انتخاب کردی، کوه سیاه. این یک تئوری جامعه شناختی است به اسم بلک سوان، توسط دکتر نسیم نیکولاس طالب سال 2014 معرفی شد. ایشون یک متفکر لبنانی آمریکایی هستن و این بوی سیاه از کجا میاد؟ بوی سیاه موقعی که قاره استرالیا رو کشف میکنن متوجه میشن که بوی یک پرنده است که فقط در رنگ سفید بوده تا به اون روز دیده شده. وقتی قاره استرالیا رو کشف میکنن میبینن که قوهای اینجا سیاه هستن، کاملا سیاه هستن. پدیده ایست که بیشتر تو مباحث جامعه شناختی استفاده میشه، مثل خروج آمریکا از افغانستان. وقتی فکر کنن همه چیز حساب شده است، میرن بیرون، این مملکت محتاج میشه و به این شکل این کار انجام میدیم. این کار انجام میدیم که ناگهان یک قوی سیاه میزنه بیرون، برعکس اینکه فکر میکنن افغانستان خیرات خوره. افغانستان الان شاید اونها آرزو داشته باشن که یک همچین موتری داشته باشن. ما دیکته کنیم که سوال داشته باشیم از آقای رضا. اولین باره که شما وسایلی که ساختین دوران نوجوانی یا جوانی بوده کدام سال بوده و چی ساختین؟ من قبل از اینکه من دقیق نمیدونم، فکر کنم اول اسمم رو یاد گرفتم نوشتنش و بعد کار با فلزات رو. ما که اسم خانوادگیمون ریختگری هست، ذوب فلزات، کار با فلزات رو من از همون کودکی قبل از اینکه برم مکتب به علت علاقه شدید که داشتم یاد گرفتم. توی منطقه صنعتی بزرگ شدم، تقریبا هر کاری رو بلد هست. اولین کارتون؟ اولین کار چیزی که ساختین چی بوده؟ بیش از این موتر، دوران نوجوانی مرتبط بوده؟ خونه خانه زیاد ساختم،
خانه زیاد ساختم، وسایل بادی بیلدینگ، وسایل پارکی، دیگه بخار زیاد ساختم. شاید قبل از اینکه دیگه بخار بیاد تو افغانستان من و پدرم دیگه بخار می‌ساختیم. پدرتان مصرف چی بود رضا جان در اون وقت که شما علاقه پیدا کردین به این کار؟ پدرم همیشه تاکیدش این بود که ما درس بخونیم و از خودش از اذان صبح تا اذان مغرب رو تو همین کسب ریختگری مشغول بود که فرصت رو برای ما فراهم کنه که ما درس بخونیم. این شوق علاقه هم از امو پدر بر خودت پیدا شد؟ خب قدرتی که شما تو ریختگری رو باید ببینید، هر چیزی رو مثال ساختن این ظرف با یک مقدار ریک شما میتونید خیلی راحت قالب این رو بگیرید بسازید. شما میتونید هر چیزی که تو فکرتون هست رو خلق کنید. این خلقت خیلی جالبه، خیلی هیجان انگیز. یک چیز دیگه هم رضا جان، وزن خالص موتر مکمل چند؟ بدون طراحی داخلیش که هنوز نشده تا به امروز 1168 کیلوه. یک تن و 100. بله بله. بله. خب این حساب سوالی که باقی مانده شد باشه یا ذهن ما یاری نکرده باشه که از خودت بپرسیم و انتظار داشتی که عزیزا شما بپرسه از سوال باشه که پاسخگو باشین، کدام سوال اگر باقی مانده خودتان پاسخ بدین؟ سوال نمونده، یک شاید یک خواهش باشه. یک روزی اگه شما به میگفتین که شخصی هست که میتونه زیر 10 ثانیه 100 متر رو بدوه به شما میخندیدن، میگفتن که امکان نداره یک انسان بتونه زیر 10 ثانیه 100 متر رو بدوه. این غیر ممکن بود تا موقعی که یک نفر این کار رو انجام داد. بعد از اون الان شما هر کسی رو که بهش بگید شخصی هست که در 11 ثانیه 100 متر رو میدوه به شما میخندن، چون همه انتظار دارن که زیر 10 ثانیه شما باید 100 متر 9 ثانیه باید بدوین. استانداردها جابجا میشه. ما تونستیم یک استاندارد رو جابجا کنیم. ما هرگز نمیتوانیم رسیدیم به ما توانستیم. الان نمایشگاه قطر فرصتی است که ما بریم توی یک نمایشگاه بین المللی و توی یک رقابت تنگاتنگ ما تست کنیم ایدمون رو که آیا ما میتونیم توی این صنعت حضور پیدا کنیم یا نه. اگه این کار رو انجام ندیم، نمایشگاه قطر رو نریم، همیشه ما با حسرت این سوال با خودمون میمونیم که آیا ما میتونستیم یا نمیتونستیم. ممکنه ما بریم نمایشگاه قطر و این یک شکست تمام عیار باشه، ولی خب حداقل ما یک بار خیالمون راحت میشه که خب ما کلی وقت گذاشتیم، تلاش کردیم، پول مصرف کردیم، یک کشور پشتش استاد شدیم و باز هم نشد، همچنان عقبیم، باید برگردیم، تلاش کنیم، بهترش کنیم. ولی اگه بشه خب درها برمون. خدا نکنه که نشه، دعا میکنم که شبا بخیر که آغاز عزیز شد دیگه، چند مدت باد بخیر یکان تیاری هلیکوپتر جور کنی بخیر. هدف گذاری ما اون ابتدای امری که کار شروع کردیم درست بوده. ما خوب میدونستیم که تو چه مارکتی میخوایم فعالیت کنیم، تو چه بازاری میخوایم فعالیت کنیم، بله، رقیب ما کی هست و مشتری ما کی هست. از اون روزی که میدونستیم ما قراره یک ماشین هنری بفروشیم به کسی که دیدش هنری هست نسبت به این موتور و پول براش مهم نیست، رقیب ما شرکتی هست که 118 سال هنر تولید میکنه و بله و صنعتی که شاید مهمترین ساخته دست بشر رو توش خرید و فروش میکنن، توی همچین صنعتی وقتی میخوای فعالیت کنی نمیتونی کمتر از این باشی، مگه اینکه تو بخوای تصمیم بگیری که خب من یک چیزی درست کنم و توی یک برنامه صبحگاهی تلویزیون شرکت کنم و اون رو عکسش رو بگیرم و بذارم روی فیسبوک و به پسر کاکام نشون بدم که من رفتم توی اصلا هدف ما این نبوده. هدف ما واقعا خود سلامت. سلامت باشین از اینکه وقت گذاشتین، اومدیم پذیرایی بسیار خوب کردیم و خوشحال باشم که باز هم آرزو داشتیم که این موتر از نزدیک ببینیم. با وجود که چندین بار در نمایشگاه ها دیدیم باز هم دل ما صبر نمیکرد، میگفتیم بارها بار ببینیم و با این موتر عکس یادگاری بگیریم. اگر از این بیشتر مزاحمتون شیم ما هم راحت نیستیم، اختیار داریم در خانه ما صدای دان هموطنان مشاهده باشن، همکاری بکنن، هم دردی بکنن و بیش از 35 میلیون نفوذی که مردم افغانستان داره، 35 میلیون نفوذ انشاءالله که حمایت کنن. تشکر. یه خواهش دیگه ای دارم، اینه که ابراز احساساتشون رو هدفمند بکنن، بیاد از اون یک قدرت بسازیم، هشتگ رو
روی موبایل نمیدونم فکر کنم کلید شیفت و سه رو که نگه دارین علامت هشکی میاد. بله بله. و تو تنها نیستی فاصلتش هم فاصله ها اندرسکور بزن. میتونید سرچ کنید که چطور میشه هشتگ زد. تمام احساساتتون رو در قالب تو تنها نیستی بنویسید تا این هشتگ بیاد بالا و ما بتونیم قبل از این که محترم رو بفرستیم به نمایشگاه قدرتش رو بتونیم بفرستیم. ان شاء الله خودت در نام نیست. بله. من تو گرم ما نشویم تنها. دقیقاً. بس ما یک جا هستیم. یک شعر قربان شاه یک شعر من پشتم اصلا خوب نیست ولی یک شعری رو یادم میاد تو دوران مهاجرت میگفتن که تک زیم زک تیم درسته؟ آه صحیح آه. تو که ما نشی ما که ما نشی من اگه بگم من تو اگه بگی تو نه من میمونم و نه تو تو اگه بگی من بگم تو هم توی و هم ما میشه کل ما ما چیک پیام زیبا بازم سر دوستان سلام میدیم که بیاین که من و تو ماخ شویم تا از این مشکلات که در وطن عزیز ما هست راهایی پیدا بکنیم که دیگر هیچ مشکلات در این سرزمین نباشه همچون جوانای با انگیزه جوانای کادر خود حمایت بکنیم تا سرزمین ما را بر جهانیان نشان بدن که افغانستان نه تنها یک کشور جنگ زده بلکه جوانای با انگیزه دار اگر روی ظرفیت اینا سرمایه گذاری شود مطمئن هستیم که افغانستان به جهانیان نشان میده که ما بهترین هستیم. از این بیشتر وقت گرانبهای شما خوبانه نمیگیریم. رشید کلام به بلال جان میسپارم. الله یارم بدن. سلامت باشی غزنفری عزیز. تشکر رضا جان از اینکه به ما وقت دادی و گفتنی آخرت به هموطنانت اگر داشته باشی کمری ما در خدمت. ممنون متشکر. من انجینری سیول تحصیل کردم. شاید فکر بکنید که یک بند آب باید چه مقدار چه اتفاقی بیفته تا اون بند شکسته بشه ولی باور بکنید که برای شکسته شدن یک بند تنها نیازه که یک قطره آب از ضخامت این بند آب رد بشه. چرا؟ اگه قطره آب معقب بیاد بیرون پشت سر این قطره آب قطره های دیگه اومدن و این یک سوراخ میشه داخل این سد و تمام آب اون دریاچه رو تخلیه میکنه و سد رو از بین میبره. مشکلات تو افغانستان یک سد کانکریتی بسیار بزرگ شده. شاید این پروژه این موتر اون یک قطره آب باشه که پشتش به یک دریای عظیمی از امید و اعتماد گرم هست کمک میکنه که این یک قطره آب این یک توضیح شاید علمی دادم این یک قطره آب از این دیوار رد بشه این سد مشکلات همش خراب بشه. خیلی سپاس رضای عزیز. ما هم بنابه خود از هموطن عزیز خواهش میکرم تا این که هشتگ را سر از همه میشه برنامه ما را میبینن در فیسبوک های خود اد بکنن و از رضا جان حمایت بکنن. رضا نه تنها افتخار افغانستان بلکه افتخار را بر تمام افغان ها در داخل و خارج آفریده که فخر میکنن بالش. تا برنامه بعد شما رو به خداوند پاک میسپارم. وقت بخیر. الان نگهدار. رشته کلام ما به وید جان میسپارم و امید موفقیت های بیشترتان انشالله. قربان شما. بخیر باشه. بخیر باشه. خداحافظ. خداحافظ شما.